با درود گرم بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری، گفتاری تحت عنوان بازتاب جنگ اوکراین، کنش‌ها، واکنش‌ها و پیامدها. بیش از دو هفته است جنگ تبهکارانه روسیه علیه اوکراین ادامه داره، جنگی که جهان را به یک باره در بهت و حیرت فرو برده. شدت دامنه جنگ و ویرانی زیرساخت‌های یک کشور، ویرانی مناطق مسکونی و آوارگی انبوه مردم شهرها، اون هم شهرهای بزرگ، مسئله‌ای نیست که در عصر رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی پنهان بماند. جدای از این که هر کدام از طرفین جنگ به چه اندازه در برپایی این جنگ مسئولیت دارند، اما این جنگ یک جنگ تبهکاران است. اگر آماجی هم برای ارتش روسیه وجود داره، این شیوه ویرانی کشور همسایه، کشور دوست و برادر، آن هم کشوری که طی تاریخ 1000 ساله در هم اتهام بودند و بیش از 300 سال پایتخت امپراتوری تزار در شهر کیف امروزی قرار داشته و به مدت 70 سال تحت عنوان دو کشور مهم تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی و استقلال نسبی اوکراین در سازمان ملل به همراه بلاروس، زیرا اتحاد شوروی پیشین در سازمان ملل متحد 3 هیئت نمایندگی داشت که 2 هیئت آن از اوکراین و بلاروس بود. یکی از انتقادهای شدیدی که پوتین نمود این است که چرا لنین و کمونیستا از حق تعیین سرنوشت دفاع کردند. مارکس در زمان حیات خود از استقلال لهستان، از استقلال ایرلند و همچنین از جدایی نروژ از سوئد پشتیبانی نمود و بین الملل اول نه در دفاع از جنبش کارگری که در دفاع از مبارزه استقلال طلبانه مردم لهستان توسط مارکس تشکیل شد. این جنگ تبهکارانه پیش از هر چیز در جهان دو نوع واکنش برانگیخته. بخش مهم مردم جهان در بیشتر کشورهای جهان این جنگ را یک جنگ تجاوزکارانه می دانند و محکوم می کنند و بنابراین خواست مردم صلح پرست جهان در سر تا سر کشورهای مترقی جهان و از جمله در خود روسیه این است که آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط
بازگشت نیروهای روسیه به پشت مرزها و حل مسائل مورد اختلاف به شیوه دیپلماسی و دموکراتیک. از یک طرف پوتین و رهبران سیاسی و نظامی روسیه تصمیم قطعی گرفتن که هدفهایی را که از پیش تعیین کردن از آن خود کنن. این هدف این است که اوکراین اشغال کریمه را به رسمیت بشناسه و استقلال دو ایالت روس زبان را هم به رسمیت بشناسه و سوای اون تعهد کنه که به عنوان یک کشور بی‌طرف در بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی باقی میمونه و در واقع یک کشور بی‌طرف از نوع سوئیس، یعنی کشور خلع سلاح شده. خب امری که به هر حال برای مردم اوکراین پذیرشش خیلی راحت نیست. البته ممکن است که پس از شکست و برای جلوگیری از نابودی بیشتر تن به مصالحه بدن، اما در شرایط کنونی که هنوز میتونند مقاومت کنند، به این خواست تعمیلی تن ندادند. نخستین قضیه این است که واکنش بخشی از مردم ایران، چه جناح حکومتی چه جناح غیر حکومتی، دو قطب متضاده. جمهوری اسلامی و هوادارانش از این تجاوز دفاع میکنن و اصل قضیه را بر این میدونن که ایالات متحده آمریکا در برانگیختن این دعوا نقش اصلی را داشته و ادعای هم تحلیل میکنن که آمریکا با این کارش موجب شده که هم روسیه را تضعیف کنه، هم اتحاد اروپا را و هم در آینده خود اون برنده این جنگ بشه. البته خواهیم گفت که این جنگ چه کسانی درش نهایتا برنده هستند. بخشی از ایرانی ها نه از موضع حکومتی، حتی اونهایی که هم مخالف جمهوری اسلامی هستند اما همچنان مخالف سیاست های آمریکایی هم هستند، از این تجاوز به شکلی دفاع می کنن یا اینکه به توجیه این تجاوز می پردازن. بعضی هم خب کاسه از آش داغ‌تر، وجود نیروگاه های اتمی را که تولید برق میکنه پایگاه پرتاب موشک قلمداد میکنن، یا اگر در ایالت دونباس که یکی از دو ایالت تجزیه طلب اوکراین هست، از طرف نیروهای اوکراین تجاوزی پیش از این جنگ صورت گرفته، این را به عنوان یک اقدام در واقع فاشیستی و حضور فاشیستا در دولت اوکراین تبلیغ میکنم. در حالی که واقعیت قضیه غیر از این است. واقعیت قضیه همین است که روسیه فرصت را برای تحقق سیاست خود دایر بر دوپاره کردن اوکراین و خلع سلاح اون مناسب دیده. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی که پیش از این ادعا می کردند
در این جنگ بی‌طرف میمونن. البته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 350 میلیون دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. این رقم را در طی این دو هفته بالا برده، به رقم 1.2 میلیارد دلار رسوند و حالا هم صحبت از این است که به میزان 2.5 میلیارد دلار اسلحه خواهد فرستاد. که آیا دولت اوکراین از این سلاح‌ها استفاده خواهد کرد یا نه؟ دولت آلمان هم به نوبه خود که در گذشته اعلامی کرد سلاحی نخواهد فرستاد، شروع کرده است به ارسال تجهیزات نظامی و از جمله موشک‌های ضد تانک و ضد هوایی به اوکراین. همچنین فرانسه و همچنین دولت بریتانیا و دیگر کشورهای عضو ناتو هر کدام به سهم خودشون از طریق لهستان سلاح‌ها را به مرز می‌فرستند تا وارد کشور اوکراین بشه. دستگاه تبلیغاتی روس به نوبه خودش از پای مینر ساده. در چهارشنبه همین هفته سفیر روسیه در شورای امنیت درخواست جلسه فوق‌العاده نمود و اعلام کرد ایالات متحده آمریکا با اوکراین در تدارک تهیه سلاح شیمیایی و میکروبی هستند. البته قبلا هم فاش شد که آمریکایی‌ها به اتفاق اوکراینی‌ها لابراتوار دارن و در این لابراتوار تلاش میکنن نوعی در واقع موادی را برای کاربرد آن در آفریقا علیه بیماری های مرموز در آفریقا به کار برند و قطعا با توجه به بحرانی که از شاید گفت از 2004، 2006 و سپس 2014 تا کنون در اوکراین غالبه، این قضیه بوداره. اما الان آمریکا و اوکراین هم به نوبه خود روسیه رو متهم میکنن که با اعلام اتهام کاربرد موادش بمب شیمیایی یا مواد شیمیایی و سلاح میکروبی خود میخواد این سلاح‌ها را در جنگ به کار ببره. و چون پیش از اینم تهدید کرد که در صورت لزوم از کاربرد بمب اتمی هم خودداری نخواهد کرد. قطعا در زرادخانه اتمی آمریکا و روسیه به طور مشخص بمب‌های اتمی تاکتیکی هم وجود داره و چندان بعید نیست. به همین دلیل روسیه تاکید کرد که اگر کشور دیگری از ناتو وارد جنگ بشه، در بکار بردن سلاح اتمی تردیدی به خود راه نخواهد داد. البته میشه گفت که بلوفه، اما با توجه به جدی بودن جنگ هر کدام از این بلوف ها میتونه به واقعیت پیونده و در اون صورت جهان با فاجعه بزرگتری از مسئله اوکراین و آوارگی شهروندان اوکراین و ویرانی زیرساخت ها و شهرهای اوکراین مواجه خواهد شد، چه بسا اروپا و کشورهای دیگری را هم در بر بگیره. در این قضیه به همین دلیل واکنش امروز روسیه حمله به غرب اوکراین بود. در طی 15 روز گذشته روسیه، ارتش روسیه متمرکز بوده بر شرق و جنوب شرقی و شهرهای مهمی که در این منطقه هستند. اما با توجه به اینکه سلاح‌ها از غرب وارد میشه و داوطلبان اوکراین آموزش میبینن برای کاربرد این سلاح‌ها، امروز یک نقطه از اوکراین را بمباران کرد که 35 تن کشته و حدود 50 تن
از کسانی که آموزش نظامی میدن کشته شدن و 50 تن زخمی شدن. این آماری که دولت اوکراین و غرب اعلام کردن نشانه خطری است که جنگ به مناطق کنونی محدود نخواهد موند و سر تا سر اوکراین را در بر خواهد گرفت، تا اینکه ارتش و مردم اوکراین نتونن از سلاحایی که از غرب و آمریکا دریافت میکنن در جنگ بهره برداری کنن. البته تا کنون استراتژی پوتین برای در واقع یک ضربه اساسی و تسلیم بی قید و شرط ارتش و دولت اوکراین با ناکامی مواجه شده، تونستن مقاومت کنن و امکان تداوم مقاومت با توجه به اینکه چند کشور همسایه اوکراین وابسته به ناتو هستند و از این طریق امکان دریافت سلاح و مهمات یا فرار به این کشورها و بازگشت دوباره وجود داره، میشه حد زد که این جنگ میتونه یک جنگ ادامه داری باشه و در صورت تداوم جنگ میتونه تبدیل به باطلاقی بشه برای ارتش روسیه. و از این نظر تمام تلاش روسیه این است که هرچه زودتر به هدفهای مورد نظر برسه و در اون صورت در برابر در خواست آتش بس توافق کنه. دولت اوکراین که در شرایط کنونی در موقعیت تضعیف قرار داره، تنها تلاشی که میکنه از کشورهای اروپایی، از ترکیه، از اسرائیل و از هر جایی که میرسه درخواست میکنه که تلاش کنن برای برقراری آتش بس. شاید کشورهای دیگر هم هر کدام به نوبه خود چنین تلاشهایی را دارند، اما در حال حاضر چون روسیه دست بالا را داره فعلا تن به آتش بس میده و در شرایطی تن به آتش دست بده که یا به هدفهای مورد نظر رسیده باشه، یعنی زیر ساختهای اوکراین را متراشی کرده باشه، به ارتش این کشور ضربات جبران ناپذیر وارد کرده باشه و اون هدفی را که میخواد در صلح به دست بیاره در جنگ به دست آورده باشه. یک طرف جنگ، اما طرف دیگر جنگ اقتصادی است. تحریم روسیه از جانب کشورهای اروپایی و آمریکایی به اضافه کره جنوبی، تایوان و ژاپن به نوبه خود خطر جدیدتری را ایجاد کرده. نخستین قضیه این است که اگر این تحریم چین را هم در بر بگیره چه میشه و واکنش جهانی در اون صورت چیه؟ یکی از کشورهایی که در این قضیه بسیار مضطر میشن آلمان در اتحاد اروپا است. البته کشورهای دیگر هم متضرر خواهند شد، ولی بیشترین زیان را آلمان میبینه. همکنون بر اثر تحریم اقتصادی روسیه خطر بحران انرژی حتی از دوره جنگ اعراب و اسرائیل در سال 73 و زمان انقلاب ایران سال 78-79 به مراتب شدیدتره. البته پوتین وعده داد که دست به تحریم نفت و گاز نخواهد زد. طبیعی هم هست که چنین تحریمی را نکنه، زیرا روسیه سالانه 300 میلیارد دلار از محل صدور نفت و گاز و نفت گاز مایع به دست میاره
و رقمی بین 50 تا 60 میلیارد از محل صدور زغال سنگ انواع کوک. طبیعیه که داوطلبانه از این منبع درآمد نخواهد گذشت، مگر اینکه کشورهای اروپایی مثل آمریکا خود پیش قدم بشن و کشورهای اروپایی به خصوص آلمان چون ذخیره اونچنانی ندارن در حال حاضر تن به این کار نمیدن. آمریکا در بخشی که ایالات متحده خود هست میزان 3.5 تا 4% نفت از روسیه وارد میکنه، اما جزایر اطراف آمریکا بین 20 تا 30% وابسته به نفت روسیه هستند و پالایشگاه های اونها از نفت روسیه تغذیه میکنه. و این است که اگرچه آمریکا اعلام تحریم کرد، اما چون آنها از یک نیمه استقلال برخوردارن ممکن است به خرید نفت و گاز از روسیه همچنان ادامه بدن و تحریم در واقع همون 3.5% را در بر بگیره که نقش چندانی نداره. اما اگر تحریم متوجه چین بشه و چین نتونه آزادانه از نفت و گاز روسیه استفاده کنه و معادلاتش با روسیه انجام بده، در این صورت بازار اروپا که پس از آمریکا دومین بازار چینه دچار اختلال خواهد شد. همکنون بخشی از بانک‌های آلمان و از جمله دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان، با تحریم روسیه و کاهش ارزش روبل به میزان 30% بسیار متضرر شدند. بانک آلمان یا دویچه بانک در سال گذشته سود هنگفتی داشته و اینک با کاهش ارزش روبل تجارتش یا کسب و کارش در روسیه فلج میشه. آلمان که با مشکل صدور ماشین‌آلات و از جمله خودرو مواجه شده، در صورت تحریم چین بازار سالانه 245 میلیارد یورویی از دست میده و این یعنی فلج اقتصادی این کشور که یک چهارم صادراتش روی زمین میمونه. عاملی که ممکن است مسئله تحریم چین را به میان بکشه مسئله تایوانه، چون چندان بعید نیست چینی ها فرصت را مغتنم بشمارن و پس از یک دوره طولانی 50 ساله مماشات بر سر حضور تایوان در کنار مرزهای خودشون به این مماشات پایان دهند و کشور تایوان را به همین شیوهی که روس‌ها اوکراین را مورد حمله قرار دادن البته بیگمان تایوان مانند اوکراین چنین توانی را نداره که در برابر ارتش چین مقاومت کنه و با محاصره دریایی ناچاره که تسلیم بشه، چون محاصره دریایی این کشور برای چینی ها امری ساده و شدنیست و اقتصاد این کشور به ناچار فلش خواهد شد و جز سازش و تسلیم به شیوه هنگ‌کنگی چاره‌ای برایشون باقی نخواهد ماند. اما می‌بینیم که روسیه و چین حتی احیاء برجام را ابزاری می‌دونند برای اینکه آمریکا را زیر فشار بذارند از این بابت
مترصد اونها نشه و اونها آزادانه با ایران داد و ستد کنن و به اعتبار دیگر روسیه امکان داشته باشه بخشی از گاز صادراتی خودشو از طریق ایران از خلیج فارس صادر کنه بدون تعرض آمریکا و در واقع مسئله تحریم ها. اون چی که خطر را جدی کرده بحران انرژی است و پس از بحران انرژی بحران خارواره. سود شرکت های بزرگ نفتی در سال گذشته رقم های سرسام‌آوری است. برای نمونه بپی بریتیش پترولیوم 20 میلیارد دلار سود خالص داشته، سایر شرکت ها هر کدام به مراتب از رقم 18 تا 25 میلیارد سود بردن. در طی همین دو ماه گذشته بهای نفت و گاز در بازارهای اروپا، آمریکا و جهان به میزان سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. توجه داشته باشیم شرکت‌های بزرگ تراست ها نفتی را که در دریا دارن، مثلا کشتی های بزرگ میلیون تونی را دارن که از 2 سال پیش روی آبهای اقیانوس ها در حرکت، نفتی را که به بشکه 52 دلار خریدن امروز به بشکه 112 تا 120 دلار می فروشن. یعنی منهای اون سودی که در قبال 52 دلار برای هر بشکه می بردن، اکنون 60 تا 70 دلار دیگه برای هر بشکه سود به حسابشون میاد. پمپ‌های راکننده نفت و گاز و بنزین ساعت به ساعت در طول روز بها را افزایش میدن. این بحران انرژی میتونه صنایع جهانی را فلج کنه، هزینه دولت‌ها را بالا ببره، هزینه خانواده‌ها را بالا ببره و یک بحران زیست محیطی ایجاد کنه. مردم یک بار دیگه به ویرانی جنگل‌ها رو بیارن، برای گرم کردن خونه به وسایل دیگری متوسل بشن. اگرچه روسیه اعلام کرده که اقدام به تحریم نفت و گاز نخواهد کرد، اما این قول و قرارها میتونه رو کاغذ بمونه. لحظه ای که احساس کنه تحریم های اقتصادی اقتصادش فلج میکنه، متقابلا دست به چنین اقدامی خواهد زد و در این نباید اصلا تردیدی کرد. به همین دلیل این وحشتی که در دنیا ایجاد شده چندان بی‌پایه نیست. اما از اینها بدتر مسئله خاربار جهانی است. روسیه و اوکراین 30% گندم صادراتی به دنیا را انجام میدن. با توجه به اینکه در شرایط کنونی که هنگام کشت و برداشته، هنگام کشتی است که در آینده باید برداشت داشته باشم، امنیتی برای کشت و کشاورزی در اوکراین وجود نداره. صادرات گندم روسیه به اروپا هم از طریق مرزهای زمینی و کشتی هایی که از رودخانه عبور می کردن انجام می شد که با این تحریم ها در برابر سؤاله. اما توجه داشته باشیم 30% اینه سرگنده زیر لحافه.
اونجا که بحران انرژی هست و قیمت نفت و دیزل و گازوئیل و مواد نفتی بالا میره، بخشی از زمین‌هایی که به کشت غلات و حبوبات اختصاص پیدا میکنه به کشت دانه‌های روغنی و دانه‌های چربی اختصاص پیدا میکنه که با اون میشه نفت و گازوئیل تولید کرد. همونطوری که از سالهای 2008 تا 2012 این بیماری جهان را گرفت، اینک یک بار دیگر روی آوردن به این کشت و تغییر کشت، دگرگونی زمین ها برای کشت اینها مشکل بزرگی را ایجاد خواهد کرد به مراتب فراتر از کاهش صدور گندم روسیه و اوکراین به بازار اروپا و از طریق اروپا به خاورمیانه. امروز کشور مصر ذخیره 6 ماه گندم داره، الجزایر 3 ماه و کشور تونس 6 هفته. ما قبل از بهار عربی در سالهای 2008 و 2010 شاهد تظاهرات مردم مصر به بهانه گرون شدن نان بودیم. امروز این کشورها به شکل جدی یک بار دیگر در معرض این بیماری قرار دادن. غذای اصلی بیشتر مردم جهان سومی گندم و برنج. کمبود این محصول ها افزایش بها رو داره. قیمت گندم در آمریکا در هفته گذشته هر 27.5 کیلو به 50 دلار خرید و فروش شد، در حالی که تا 2 ماه پیش از این در مرز 25 تا 30 دلار بود. یعنی یک افزایش 40 تا 45 درصدی بهای گندم خطر جدیتری را داره و یکی از پیامدهای مهم این جنگ ولای بحران انرژی، بحران خاربار، به خطر افتادن زندگی کارگران و زحمتکشان، تشدید تحریم ها و تحریم متقابل، زندگی رفاهی بخشی از مردم کشورهای پیشرفته را هم به خطر میاندازه. امروز در اوکراین ساعت به ساعت شمار فراریان از کشور، پناهجویان بالا میره، به طوری که هنوز صحبت از رقم 1,200,000 نفر بود که گفتن به 2,050,000 تن رسیده و چندان دور از ذهن نیست که تا پایان هفته آینده و گسترش جنگ به مناطق غرب کشور با انبوه پناهجویان به رقم 5 میلیارد برسه که به نوبه خودش در کشورهای اروپایی ایجاد بحران خواهد کرد. اگرچه امروز کشوری مثل لهستان و کشورهای دیگر استقبال میکنن از مرزها، اما هنوز آغاز راهه، هنوز یک سال نموندن که هزینه سرسام‌آور نگهداری اونها، تأمین امکان تحصیلی، تأمین اشتغال، تأمین هزینه زندگی، تأمین مسکن را بردوش بکشن و
واکنش جریان های راست را نبینم. اینه که این جنگ را بایستی با تمام امکان محکوم کرد. هر که از این جنگ دفاع کنه در این تبهکاری بیگمان شریک. امروز جمعیت صلح دوست جهان دست به تظاهرات روزانه میزنند در شهرهای بزرگ در سر تا سر جهان و علیه این جنگ برقراری آتش بس برقراری صلح تلاش میکنند. بایستی به این ایده احترام گذاشت، اگرچه تبهکاری کشورهای دیگر را نباید نادیده گرفت. در بروکسل همین هفته ای که گذشت از آنتونی بلینکن سوال کردند از چه زمان شما می دونستید که روسیه در تدارک این جنگه؟ گفت این را فقط به کشور خودمون خواهم گفت، به سنا و کنگره، یعنی حاضر نبود در برابر خبرنگاران بیان کنه. آمریکا و کشورهای اروپایی در این جنگ شریکن. همین امروز هم جنگ سیبرنتیک ادامه داره. آمریکاییان و اروپاییان به طور مشخص از طریق آلمان و لهستان به ارتش اوکراین کمک میکنن، اطلاعات نظامی میدن. میزان اطلاعات نظامی که میدن دقیقه، یعنی از طریق عوامل خودشون، از طریق کارگزاران CIA و همچنین عوامل ارتش آمریکا، اطلاعاتی که از جابجایی نیروهای روس، فرماندهان اونها، تاکتیک های اونها، مناطقی که مورد حمله قرار میدن در اختیار اوکراین قرار میدن. اما تبدیل این جنگ به جنگ مستقیم روس و آمریکا یا به جنگ مستقیم ناتو و روسیه فاجعه به مراتب بزرگتری را بار میاره، به امید آنکه بشریت بتونه این جنگ را هرچه زودتر مهار کنه و از گسترش دامنه این جنگ جلوگیری کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این جنگ به خیلی از جریان‌ها فرصت میده دست به اقدامات در واقع ضد بشری بزنن. برای نمونه رئیس جمهور فاشیست منش برزیل که در طی چند سال گذشته تلاش نمود به مناطق مسکونی بومیان تعرض کنه، فرجه را مناسب دید و قراردادی که از 1971 بین دولت برزیل و سرخپوستان بومی منطقه آمازون منعقد شده که مناطق مسکونی اونها از تعرض شرکت‌های خارجی و برزیلی مسون باشه، اونها به روال زندگی خودشون ادامه دادن، اعلام کرد که مناطق اونها دیگر جزء حریم در واقع سرخپوستی نیست و شرکت ها میتونن در اونجا اقدام به کاوش منابع معدنی کنن، جنگل ها را نابود کنن، به کشت محصولات کشاورزی مثل سویا و غیره بپردازن. و ادرش هم این بود، گفت جنگ اوکراین جنگه، ما میتونیم این جنگ را ادامه دیم. این یک چشمشه.
جمهوری اسلامی فرصت را پیش آورده که به بهانه دروغین حمله به عوامل صهیونیستی به کردستان عراق حمله کنه و کردستان عراق را به موشک ببنده. یعنی در شرایطی که بنبست کاملی در مسئله احیاء برجام به وجود آمده، برای دمیدن به قضیه در این آشفته بازار ترجیح داده که خودی نشون بده. این در واقع وقتی که جهان در یک حالت برزخی است، کنش ها، واکنش ها و پیامت ها به گونه دیگر عمل میکنن و امروز فاجعه جنگ فقط دامنگیر مردم اوکراین نیست. اگرچه مردم اوکراین در نوک تیز پیکان این جنگ قربانی نخست هستند، اما این جنگ میتونه قربانیانی بیش از مردم اوکراین و حتی بیش از مردم اروپا داشته باشن. و به همین دلیل کسانی که از این جنگ پشتیبانی میکنن یا این جنگ را توجیه میکنن، در این جنگ تبهکارانه شریک هستند.